اوکی محقق بعدی اکی. محقق بعدی که میخوام بهش اشاره بکنیم آق... این خیلی مهمه آقای جان وانزبورگ این آقا آمریکاییه خب داره مح... مهمتر و مهمتر میشه برای اینکه داریم به محققین مدرن نزدیکتر میشیم خب به محققین مدرن هم که نزدیک میشیم ام... نت... اطلاعاتی که قابل در دسترسشون بوده بیشتره نسبت به محققینی که قبلش اومدن و برای همین نتیجه گیریاشون جالبتر میشه تازه یه چیزی هم بگم این کتابی که من دارم میخونم الان براتون دارم میخونم چاپش سال 2012 فکر کنم خب بله و 2014 نه کپی رایت 2012 2014 خب و یه یه سری اطلاعات جدیدی هم در اومده که این مجبور شدن یه چاپ جدیدی هم از این کتاب بدم برای فکر کنم دو 2021 یا 2022 چون اگه برسیم اگه اینو تمام بکنیم بعدش مینیم این چاپ جدیدش چیزایی هم که بهش اضافه شده چون چیز خیلی جدید جالبی اضافه شده که خیلی از این شک‌ها رو تازه افسایش هم, افسایش هم میده خب یعنی خیلی از این شکایی رو که داشتیم نشون میده که این شک‌ها به جا بوده اگه به اون کتاب هم برسیم خب ام... حالا و یعنی همینجور که داریم میریم سال به سال اطلاعاتمون داره افزایش پیدا میکنه و به شدت اعتبار کسایی که میخوان تاریخ اسلام رو بازنویسی بکنن داره جدی تر گرفته میشه این ادعاش بازم این نمیگم تضمینیه شما باید همیشه به نسبت به همچی شکرا باشین ولی جالبه که این داره جدی تر گرفته میشه ببینید ادعاهایی که اینجا داره میشه حتی اگرم درست نباشه باید در نظر بگیریم که داره جدی گرفته میشه خب یعنی حتی اگر اختلاف نظری وجود داشته باشه توسط با اکادمیک های دیگه برای نتیجه گیری این آکادمی کسایی که این محققین اینجا گفتن اینجوری نیست که بیان جدی نگیرن بگن اینا کاملا چرت و پرت و مزخرفه یعنی مخالفین این نظریه ها میان این این ادعاها رو دارن کار اکادمیک میبینن و دارن در حدی میبیننش که بیان بهش جواب بدن نه اینکه مثلا یه کار مثلا یه کار علکی نبوده ایوان میخوای دیدم مایک تو باز کردی بله من یه نکته ایرم بگم خدمت دوستان این تاریخ نگاری بازنگرانه با اینکه به پرسش های خیلی از پرسش ها پاسخ شد نده و ابهامات بیشتری هم شاید ایجاد بکنه اما چون بر, دل... بر اساس دلیل و مدرک و سند صحبت میکنه و اون جزئیاتی که هر, هر, سال بیشتر میشده در تاریخ نگاری سنتی رو یه جورایی رد میکنه به این دلیل اهمیت بیشتری داره چون در تاریخ نگاری سنتی درسته که ما اطلاعات زیادی به ما داده میشه و خیلی هم جالبه که هرچی بیشتر زمان طول میکشه این اطلاعات بیشتر میشه در صورتی باید کمتر بشه به دلیل اون افرادی که از دست میرن به دلیل نقله هایی که میکنن اما صداش قد شد ایوان هستی؟ ای اماش مهم بود اماش مهم بود ولی رفت پرید صداش اکی. تا ایوان برگرده من آقای این آقای جان و... وانز, بورگو... وانز... وانز برو وانز برو چیزی بخونم وانز برو 1928 تا 2002 آقای آمریکایی شخص آمریکایی هستن که ایشون یک Uh, محقق تاریخی هستن یا uh, و ایشون خیلی خل کارشون جالب خیلی جالبه خب میگه american historian at the university of london okay. میگه که ایشون صدای محققین قبلی رو که شک داشتن به اعتبار تاریخی متنای اسلامی صدای اونها رو افزایش داد یعنی به اون نظریه اون نظریه ها رو تایید کرد و بهش افسود خب in his groundbreaking and complex work میگه در کار بسیار پیچیده و گران بریکینگ رو بچه ترجمه کنید گران بریکینگ رو بگم به شدت جدید به شدت تغییر دهنده بذار ببینم گراند بریکینگ رو من چجوری ترجمه کنم گراند بریکینگ نه گراند بیک بریکینگ پیشگامانه همون پیشگامانه میشه خب به شدت پیشگامانه بوده یعنی اومده یک چیزای یک کاری رو یک کاری رو چاپ کرده یک تحقیق رو انجام داده که اصلا تکون داد این دنیا رو این دنیای Um, تاریخ اسلام رو از لازم اکادمیک یعنی uh, لرزوند اصلا groundbreaking میشه همه groundbreaking and complex work once postulated that the Quran was developed این خیلی مهم the Quran was developed primarily to establish Islam's origins in Arabia and that the Hadith were fabricated in order to give the Arabian Empire a distinctive religion so as to foster its stability and unity. من ببین الان باید مختون بترکه خب اینو من یه بار براتون ترجمه میکنم و اینو میخوام خیلی روش تایید بکنم خب آقای جانز بر... جانز برو خب که یک محقق آمریکایی در دانشگاه لندن هستند ادعاشون تحقیقاتشون که بسیار پیچیده هست و بسیار از لحاظ اکادمیک اصلا جریان عوض کرده و مهم بوده داریم ادعا میکنه که متنای اسلامی مثل قرآن برای این ساخته شدن اینو میخوام خوب ترجمه کنم

حدیث were fabricated in order to... خب این یعنی به اول... قسمت اولش ترجمه کنم خیلی مهمه خب ببینید امپراتوری عراق بیشتر مرکزش زمان اوم... اومویان توی سوریه امروز بوده زمان عباسیان تو عراق امروز بوده درسته؟ در صورتی که اعراب خودشون از کجا آمدن؟ خودشون نه سوریا اومدن نه از عراق اومدن درسته از, از شبه جزیره عربستان اومدن خب و دینشون اینا, اینا اینجا نگفته من فقط میخوام اینو توضیح بدم بعدا به این میرسیم که ما این ادعای اول جمله اولش داره به چی اشاره میکنه که بعدا تو فصله بعدی بهش میرسیم خب عرب وقتی که اومدن تو اورشلیم وقتی اومدن توی سوریه که مسیحی ها اونجا بودن یا توی جا عراق عراق امروزی که زرتشتی ها اونجا بودن یه دین ابراهیمی با خودشون داشتن یه دین شبه مسیحی با خودشون داشتن ولی دین اون برند خودشون رو نداشتن ببینید اونا عرب اومدن امپراتوری نداشتن وسط دو تا امپراتوری بودن امپراتوری بزنتینیا یا همون رومیا و امپراتوری ایرانیان و اون امپراتوریا ببین امپراتوریا یه برند دین داره یه مهر دینی دارن و این برندشونه خب که رومیا در اون زمان مسیحیت رو داشتن و زرتشتی ها در اون زمان یعنی در اون زمان ساسانیان در اون زمان زرتشتی رو داشتن خب برای اینکه خودشون از چپ جزیره عربستان اومدن داستان هایی رو که بافتن یک بعد از یعنی اسلامی که ساختن بعد از تشکیل امپراتوریشون بوده یعنی بررسی این ادعاها اینا رو بررسی میکنیم یعنی اینجوری نبوده که اول مسلمون شدن بعدا اومدن امپراتوری تشکیل دادن خب اول فتح کردن دیدن ایهوی به خودشون هم به شدت شگفت باورش نمیشد به خاطر اینکه عرب در اون زمانی که شروع کردن حمله کردن به ایرانیا و رومی ها یکی از دلایل حمله هاشون این بوده که ایران و روم از لحاظ سرمایه از لحاظ منابع افت کرده بودن و عرب گروه های نیابتی عرب مثلا شمالی عربستان گروه، کارهای نیابتی میکردن یعنی جنگ نیابتی میکردن برای ایرانیا بعضیشون و بعضیشون برای رومیا بله بله. امی... قسمت شرقی قسمت شرقی اعراب هیره یا لخمی ها بودن اه. که با ایرانیان هم کاری میکردن و ساس امپراتوری ساسانی و مزدوران مزدورانی بودند که در صورت دریافت حقوق می و همیشه همه امپراتوری ها از این مزدوران داشتن و قسمت غربی هم که عرب قسانی بودند که اه. رومی ها اونها رو در اختیار داشتن و وقتی سرمایه های این دو امپراتوری بعد از 600 سال بیشتر از 600 سال جنگ با همدیگه به صورت فرسایشی از بین رفت این اعراب سعی کردن با تجهیزات نظامی که به شدت قوی شده بودن درش به خاطر همین جنگ ها سعی کردن بگیرن قدرت رو در اون من، مناطق بفرمایید آره البته به دو دلیل هم امپراتوری ساسانیان و هم امپراتوری بزنتینیا داشت افت میکرد یکی اینکه که به خاطر اینکه سالها این دو تا امپراتوری داشتن با هم میجنگیدن و دلیل دومش هم که خیلی مهمه بیماریه خب اه... یه پندمیک را توی چی چیز بود چی بود تاون تا بهش میگن چی بود تاون تا میشه فارسیش اه... تاون تا بکنه آره هم تاون ببینید عرب یک امتیازی که داشتن اینه که شهرنشین نبودن خب بیماری که در اون زمان همه دنیا رو اروپا رو فلج کرد بعد به مثلا روم و ایران و اینا هم اومد خب توی شهر چون اینا شهر نشین بودن تو شهر بیماری میچرخید و مردم بش... یعنی هم امپراتوری ایران از این بیماری ها بشه ضربه بخورد هم امپراتوری روم خب ولی عربا اصلا, اصلا خبر هیچ احساس نکردن که اصلا بیماری اومده به خاطر اینکه اینا جاهای زندگی میکردن که جمعیت به شده کمتر بوده و اون ضربه رو به اونا نزد خب کلا جفت این امپراتوری هم به خاطر جنگ و هم به خاطر بیماری بشه ضربه خوردن و پولی که به این عربا میدادن که برای هم ایرانیا جنگن و هم برای رومیا جنگن قطع شده بود و این عرب اون پولی رو که قبلا نمی گرفتن رو میخواستن برن با جنگ و قنیمت جنگی جبران کنن یعنی وارد این اینا یه زمانی دست باز می بعضیشون از ایرانیا دست باز می گرفتن بعضیشون از رومیا دست باز می گرفتن که با هم به شکل نیابتی این عربا بجنگن یعنی عربا رو ایرانیا و رومیا این عربا رو انداخته بودن به جون هم و اینا هم درآمدشون از و بود خب وقتی این پول قطع شد برای اینکه بتونن این پول رو جایگزین بکنن رفتن شروع کردن به این شهرهای شهرکای ایرانی و رومیا حمله کردن خب و برخلاف تصور خودشون خیلی راحت موفق شدن یعنی خودشون هم مونده بودن که چرا اینقدر به نظر مثل که خودشون هم مونده بودن که چی واه مثلا شهر دارن فتح میکنن اصلا مقاومتی هم که احساس میکنن اون موقع اینا امپراتوری بودن خب بعد اینا رو همجوری فتح میکردن به این عرب کلن یه عقاید ابراهیمی هم داشتن به نظر میرسه که یه شخص هم داشتن که متعهدشون کرده بوده حالا اونا هم بررسی میکنیم که چقدر اون درست یا چقدر درست نیست ولی حالا فصل بعدی میبینیم که باورهایی که داشتن با چیزی که ما از اسلام میشناسیم فرق داشت یعنی اون چیزی که ما الان از اسلام میشناسیم چیزی که بعدا ساخته شد چیزی که زمان امویان و مخصوصا زمان عباسیان ساخته شد و ادعا شد که اینها زمان عباسیان ساخته نشده یعنی ساختنش و گفتن زمان یعنی همون زمانی که عرب از عربستان اومدن بیرون این با این دین از اونجا اومدن بیرون خب چون اگه نگاه بکنین امویان توی اورشلیم و عباسیان با این همه ایرانی و با این همه فرهنگ و با این همه تاریخ و اینا از لحاظ برند از لحاظ تبلیغاتی از لحاظ قدرت نرم احساس کمبودی میکردن و اینکه نگاه میکردن رومی ها تاریخی دارن چه دینی دارن و ایرانی چقدر مثلا از جنس استوریشون ستوریش، یعنی از داستان استوری چی بگیم داستان که اسطوره های نسل به نسل در... نه اسطوره هایی که منشأ نشون میده خب مثلا رومی ها برای منشأشون داستان هایی داشتن ایرانیا ها داشتن خب اینها اونو نداشتن خب و مثلا تو اورشلیم خب اولین بارم که مثلا اسم محمد کالن ثبت شد و به رسم شناخته شد زمان اومویان بود خب شما در تو اورشلیم که اورشلیم اومدی کردی پای تخته نگاه میکنی میای میری کلیساها رو میبینی مثلا یهودی ها رو میبینی میبینی چقدر اینا ابهت دارن چقدر این دین ها برند های قوی هستن و توی امپراتوری هستی که همچین برند رو نداری خب برای همین باید این برند رو بسازی و باید این برند میندازیش اون جایی که ازشون اومدی یعنی میگه اون مردم ما درسته که ما الان توی سوریه هستیم یا توی عراق امروزی هستیم خب یعنی یه جای دیگه هستیم ولی این این چیزی که ما رو از شما ها برتر میکنه این چیزی که این امپراتوری رو یه امپراتوری موجه و باثبات و با یک تاریخی خدایی و الهی و مقدس میکنه از همون جایی اومده که ما آمدیم یعنی چون اگه شما بگین این دین ما دین اسلام ما از اینجا اومده خب میگه شما که اینجا نبودید شما از یه جای دیگه اومدید ما اینجا بودیم شما آمدید اینجا باید بگی از همون جایی اومده که ما بودیم حالا خیلی جالبه برای همین شهرهای مقدسی که مسلمان ها برای خودشون میسازن دو تاش میکنن یکیش یکیشو یعنی دو دو, جا، دو جایگاه قرار میدن یکیش همون تو اورشلیم چون اورشلیم مرکز ادیان بوده در اون زمان برای ادیان ابراهیمی ولی یکیشم میندازن پرت میکنن جایی که ازش اومدن یعنی حالا این کعبرم مکرم یه شهر مقدس و بزرگ کردن یه چیز ساختگی بوده که بعدن کردن این هم خیلی جالبه یعنی میندازنش هم یه جای دور دور افتاده که اون زمان دیگه کسی خیلی به عربستان بر نمیگشت مگر برای حج این چیزا یعنی جای خیلی مهمی نبود ولی داستانش رو جوری که تام هالنس میگه خیلی جالبه اینم یه مورخ دیگه است میگه که صحرا صحرای عربستان مثل یه کاغذ سفید بود دور از چشم همه برای اینکه یه جایی بود که تمدن ها نبودن مثل عراق و سوریا و اینا که کسی نبود ببینه اونجا چه خبره و این یک کاغذ سفیدی بود که روش میتونست این صحرا که یک کاغذ سفید بود و دور از چشم همه و دور از چشم تمدن ها مثل یک کاغذ سفیدی بود که این عرب هر میخواستن میتونستن روش بنویسن و این کار خیلی زیرکانه بود که کسی که نمیتونست بره چک بکنه اونجا چه خبره خب خیلی, خیلی دور بود از جایی که همین اتفاق افتاده خب Um, حالا این جمله پس با توجه به همینا این جمله خیلی الان دوباره بیشتر معنی پیدا میکنه خب میگه تو establish اسلامز اوریجینز این عربیا خب که um, معتبر نم تاسیس بکنه منشأ اسلام رو در عربستان اندت حدیث و احادیث ساخته شده بودن in order to give Arabian Empire که که بتونه به امپراتوری عرب بهش بده یک دین مشخص برای خودش دیستینکتیو دیستینکتیو رو چجوری ترجمه کنیم مجزا مجزا دیستینکتیو ریلیجن از تو فاستر ایت ستبیلیتی این یونیتی خب که بتونه پرورش بده ثبات و وحدت دین این, امپراتوری جدید رو دقیقا همینطوری بوده چرا؟ چون که یک وقتی شما یک امپراتوری تشکیل میدین که بین دو امپراتوری عظیمه که از لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیکی هم دو تفکر بزرگ پشتشون بوده یکی زرتشتی و یکی مسیحیت شما برای اینکه در دل اینها حل نشی بایستی یک لیبل خودت رو تولید کنی و به برای نگه داشت امپراتوریت به شدت ضروری بود که این فقر فرهنگیت رو جبران کنه یه چیزی بگم من بچه من یه کاری هم که یه چیزی هم که میخوام بگم ما ای، این حرفایی که داریم میزنیم به هیچ وجه فکر نکنید ام، عرب ستیزی ها خب اینا این از لحاظ کاره اینا رو ایرانی ها انجام دادن رومی ها انجام دادن و عرب ها وقتی که تونستن امپراتوری تشکیل بدن یه دفعه خیلی زیرکانه تونستن برند خودشونو به کرسی بنشونن و اعتبار بهش بدن یعنی خیلی کار از لحاظ تار... بازنویسی تاریخ اگر این ادعاها در... درست باشه از لحاظ جنگ نرم واقعا عرب هنر کردن یعنی این واقعا از لحاظ سیاسی و از لحاظ جنگ نرمی به نظر مرسه که عرب به شدت زیرکانه تونستن مخصوصا کسایی که قبلش تمدن بزرگی نداشتن چجوری اومدن به سرعت یاد این بازی رو چقدر به سرعت یاد گرفتن و تونستن اسلام رو بیان بسازن یعنی این اسلام رو واقعا نشون میده که کار خیلی از لازم سیاسی کار حرفه ای بوده خب یکی این من برای این گیر به این گفت این خواستم اینو بگم من که الان تو لایو چت پرژن 771 میگه درود بگو سلام عربیه خب اتفاقا من برای همین هیچ وقت درود نمیگم چون ما دوست من همیشه از عمد میگم سلام برای اینکه من به واجه های عربی هیچ مشکلی ندارم و دوست ندارم, دوست ندارم اینجا ما مثلا این عقاید که مثلا حساسیتی داریم به واجه های عربی رو اینجا پرورش بدیم خب ما عرب عربی مشکل زبانی نیست که باش مشکل نداریم زبان زیبایی هم از اتفاقا اوکی اه، البته ما فکر کنم ما احساس نمیکنیم زبان زیباییه ولی این به خاطر اینکه تو مدرسه بهمون زورش کردن برای همین برای ما زیبا به نظر نمیاد مگر